آیات شیطانی فایل 24. آن روز بعد از ظهر که امجی کهنهشان در جاده M4 با سرعت زیاد میراند، درباره اشتباه گرفتن صداها اندیشید. انگار نباید اینقدر سخت بگیرم. از سرعت لذت می برد. هرچند خودش همیشه به شادی اقرار کرده بود که از دیدگاه ایدئولوژیک ابداً درست نیست. پاملا چمچا که با نام خانوادگی لاولیس به دنیا آمده بود، صدایی داشت که بیشتر اوقات زندگیش از بسیاری جهات صرف کوشش برای جبران آن شده بود. پنداری صدایش از پارچه توید، روسری، پودینگ تابستانی، چوب هاکی، خانه‌های شیروانیدار، صابون، پارتی‌های خانگی، راهبه‌ها، نیمکت‌های خانوادگی در کلیسا، سگ‌های بزرگ و ارتجاع درست شده بود و با اینکه مدام سعی می‌کرد آن را پایین نگه دارد، به بلندی صدای بدمست‌های فراک پوشیده‌ای بود که در کلوب‌های شبانه قرص نان به اطراف پرتاب می‌کنند. جوانتر که بود، تراژدی زندگیش این بود که به خاطر صدایش جنتلمن‌های مزرعه‌دار و بعضی مردهای شهری که او با تمام وجود ازشان نفرت داشت دنبالش می‌افتادند، در حالی که برخورد هواداران حفاظت محیط زیست، تظاهر کنندگان برای صلح و مدافعان تغییر جهان که به طور غریزی خود را به آنها نزدیک احساس می‌کرد، با سوء ظنی عمیق همراه بود که نشان می‌داد از او خوششان نیامده. چطور می‌شود طرفدار فرشتگان بود و مثل آدم‌هایی که از دماغ فیل افتاده‌اند صحبت کرد؟ خاطرات گذشته هجوم می‌آوردند و پاملا دندان قروچه می‌رفت. یکی از دلایلی که پاملا را واداشته بود تصمیم بگیرد بیا و راستش را بگو قبل از اینکه بازی سرنوشت به ازدواجش خاتمه دهد، این بود که یک روز از خواب بیدار شده و پی برده بود که چامچا به هیچ وجه عاشق او نبوده، بلکه آن صدای کذایی را که بوی گند پودینگ و کشتی‌های نیروی دریایی می‌داد را دوست می‌داشت. آن صدای سرخ‌فام و پرتوان رویای قدیمی انگلیس که با تمام وجود می‌خواست ساکنش باشد. این یک ازدواج هدف‌های متضاد بود. هر یک به سوی آن چیزی کشیده شده بود که دیگری از آن می‌گریخت. هیچ کس زنده نمانده. آن وقت نصف شب جامپی احمق با هشدار بیهودش آنقدر یک خورده بود که فرصت نکرده بود از همبستر شدن با جامپی و عشق بازی به طریقی راستش رو بگو کاملا ارضا کننده. لازم نیست خودت را بی اعتماد جا بزنی. آخرین باری که این همه خوشگذرندی کی بود؟ باید با چیزهای زیادی روبرو می شد. بنابراین با آخرین شتاب ممکن می گریخت. بهتر بود چند روز در یکی از هتل‌های گران قیمت خارج از شهر به خودش برسد. شاید دنیا از این حالت جهنمی لعنتی به در می آمد. مدارا به کمک زندگی لوکس. خب باشد، به خودش اجازه داد. می دانم دارم واکنش طبقاتیم را نشان می دهم. به درک، بگذار کارم را بکنم. اگر هم اعتراضی داری آن را مثل باد از کونت در کن. با سرعت 100 مایل در ساعت از سویندن گذشت. آن وقت وضع هوا تغییر کرد. یک مرتبه ابرهای تیره ظاهر شدند. رعد و برق زد و باران شدیدی گرفت. پایش را روی پدال گاز نگه داشت. هیچ کس نمانده. هر کس دور برش بود می‌مرد و او را با دهانی پر از واژه تنها می‌گذاشت. کسی نبود که آنها را به سویش تف کند. پدرش، محقق آثار کلاسیک که می‌توانست به یونانی کهن تجنیس بسازد و صدایش را به ارث به او داده بود. صدایی که ماترک و نفرینش بود و مادرش که در زمان جنگ برای پدر غصه می خورد.
پدرش خلبان راهیاب بود و میبایست 111 بار در آن هواپیمای کم سرعت در میان شبی که تنها چراغ‌های هواپیمایش آن را برای راهنمایی بمب‌افکن‌ها روشن می‌کرد از آلمان به انگلستان سفر کند. وقتی با آن پژواک آک آک در گوشش بازگشت، مادر قسم خورد که هرگز او را ترک نکند و چنین شد که از آن به بعد هر جا به دنبالش می‌رفت، حتی درون خلا. آرام افسردگی که هرگز از آن باز نیامد و درون قرص، چرا که پدر در بازی پوکر شانس نمی آورد و وقتی که پول خودش ته کشید با پولهای او قمار کرد و سرانجام تا فراز ساختمانی بلند که هر دو آخرین راه خود را یافتند، پملا هرگز آنها را نبخشید، بیشتر به این خاطر که هیچ وقت نمی توانست به آنها بگوید که نمی تواند ببخشدشان. آن وقت شروع کرد به رد کردن هر آنچه از آنها در وجودش مانده بود. مثلا حاضر نشد به کالج برود و از آنجا که صدایش را نمی توانست تغییر دهد، آن را واداشت از ایده هایی گفتگو کند که مورد لعن و طعن پدر و مادرش که محافظه‌کارانه خودکشی کرده بودند قرار گرفت. گذشته از آن، رفت و با یک هندی ازدواج کرد و چون معلوم شد او زیاد از حد به آنها شباهت دارد، میخواست زندگی مشترک را رها کند و درست وقتی تصمیم گرفته بود که شوهرش جدا شود، بار دیگر مرگ نیرنگ باز از او پیشی جسته بود. داشت از یک استیشن حامل خوراکهای یخزده که ترشح آب چرخهایش نمیگذاشت جلویش را ببیند سبقت میگرفت که ناگهان به میان سراشیبی پر آبی افتاد و ام جی شروع به لغزیدن کرد. از خط خارج شد و بنای چرخیدن گذاشت و پملا چشمش به چراغهای استیشن افتاد که مثل چشمان الهه مرگ به او زل زده بودند. عزرائیل فکر کرد پایان، ولی اتومبیلش خود به خود آنقدر چرخید و سر خورد که از سر راه استیشن دور شد. از تمام عرض هر سمت خطکشی جاده که همگی به طرز معجزه‌آسایی خالی از وسیله نقلیه بودند گذشته بود و پس از چرخش 180 درجه دیگر با صدایی کمتر از آنچه انتظار می رفت به جدول بندی برخورد کرد. اکنون بار دیگر رو به غرب داشت و با زمان بندی ساده لوحانه واقعیت خورشید پدیدار می شد و طوفان را می زدود. واقعیت زنده بودن بلاهایی که زندگی به سر آدم می آورد را تلافی می کند. آن شب پملا چامچا در زیباترین لباسش در آن نهارخوری که دیوارهایش با چوب بلوط و درفشهای قرون وسطایی تنظیم شده بود، پشت میزی پر از ظروف نقره و کریستال، گوشت گوزن خورد و شراب شاتو تالبو نوشید و آغازی نوین را که توأم با نجات از فکین مرگ بود جشن گرفت. بله، آغازی نو، ای که خواهان تولدی دیگری. نخست. خب، در هر حال چیزی نمانده بود. زیر نگاه‌های هرزه آمریکایی‌ها و فروشندگان سیار به تنهایی شام خورد و شراب نوشید و اول شب به اتاق خواب شاهزاده خانم‌ها که در برج سنگی هتل قرار داشت پناه برد تا حمامی طولانی بگیرد و فیلم‌های قدیمی را در تلویزیون تماشا کند. در پی رویارویی با مرگ احساس می‌کرد گذشته از او فاصله می‌گیرد. مثلا دوران بلوغش که زیر نظر عموی شریرش هری هایم گذشته بود، عمو در خانه اربابی قرن 17 زندگی می‌کرد که زمانی به ماتیو هاپکینز یا جنرال جادوگریاب که یکی از خیشاوندان دورشان بود تعلق داشت و اسمش را تماماً منباب کوششی خوفناک در جهت مزاح گرملینز گذاشته بود. پملا برای اینکه بعداً به راحتی فراموش کند، قاضی هایم را به خاطر آورد و خطاب به جامپی غایب زمزمه کرد: من هم قصه ویتنام خودم را دارم. پس از تظاهرات بزرگ میدان گراونر
که خیلی ها زیر پای اسب های تندروی پلیس سنگریزه پرتاب کرده بودند، یک مورد استثنایی در تاریخ قضاوت انگلیس پیدا شد و سنگریزه را آلت قتاله ساختند. آن وقت بسیاری از جوانان را به جرم داشتن سنگریزه زندانی و حتی اخراج کردند. قاضی اصلی در قضیه سنگریزه های میدان گراونر همین هری بود و رابطه خویشاوندی با او برای دختر جوان که اسیر صدای دست راستیش بود مشکل تازه ای شد و حالا پاملا چامچا که در قصر موقتش در رخت خواب گرم و نرم لمیده بود خودش را از شر این شیطان قدیمی خلاص می کرد. خدا حافظ اعدامی، من دیگر وقت زیادی برایت ندارم. اشباح پدر و مادرش را نیز از خود راند و برای رهایی از این آخرین شبح آماده شد. کنیاک نوشان فیلم دراکولا را در تلویزیون تماشا کرد و از وجود خودش احساس رضایت کرد، مگر نه اینکه زنی خود ساخته بود. من همینم که هستم و کنیاک ناپلئون را به سلامتی خودش سر کشید. در دفتر هیئت روابط اجتماعی در محله بریک هال لندن NAI کار می کنم. معاون هیئتم و در کارم رودست ندارم. خودم این را می گویم. به سلامتی. تازه اولین سیاه پوست را انتخاب کرده بودیم و همه آرای منفی از آن سفیدها بود. ساتوریش کنید. هفته پیش یک بازرگان آسیایی به رغم وساطت مجلس و اعضای احزاب مختلف پس از 18 سال زندگی در انگلستان اخراج شد. جرمش این بود که 15 سال قبل یک ورقه اداری را 48 ساعت دیر پست کرده بود. به سلامتی. هفته آینده پلیس در دادگاه بخش بریک هال برای یک زن 50 ساله نیجریه‌ای پرونده سازی خواهد کرد. به ایراد ضرب و جرح متهمش کردند، در حالی که خودشان قبلا آنقدر کتکش زدند که بیحال شده. به سلامتی. این کله من است، میبینید؟ کار من این است که این کله را به دیوار دادگاه بریک هال بکوبم. سلادین مرده و او زنده بود. به سلامتی. این هم نوشید. داشتم چیزهایی مینوشتم که بعدن به تو بگویم سلادین، چیزهای بزرگ درباره ساختمان جدید و بلند دفاتر کار در بریک هال های استریت مقابل مکدونالد. طوری آن را ساخته بودند که کاملا ضد صدا باشد، ولی کارکنانش چنان از آن سکوت پریشان شده بودند که حالا برایشان نوار صداهای عادی می گذارند. حتما از آن خوشت می آمد، نه؟ و راجع به این پارسی که می شناسم، اسمش بپسیست، مدتی در آلمان زندگی کرده و عاشق یک مرد ترک شده، ولی مشکلش اینجاست که تنها زبانی که هر دو صحبت می کنند آلمانی است، در حالی که آلمانی معشوقش روز به روز بهتر می شود و بپسی تقریبا هر چه می دانسته فراموش کرده. طرف مرتب برایش نامه های شاعرانه می نویسد و بیچاره بپسی به زبان بچه ها جواب می دهد. عشق، می میرم، چه کند؟ زبان خوب نمی داند. نظرت چیست؟ عشق، می میرم. این موضوع مال ماست. نه سلادین، چه می گویی؟ و یک موضوع کوچک، در محله تحت مسئولیت من یک قاتل وجود دارد که هنوز دستگیر نشده. پیرزنها را می کشد. نگران نباش، قربانیانش از من خیلی مسن‌ترند. و یکی دیگر، میخواهم ترکت کنم. همه چیز بین ما تمام شده. من هرگز نمیتوانستم با تو گفتگو کنم. به تو هیچ نمیشد گفت. اگر میگفتم داری چاق میشوی، یک ساعت فریاد میکشیدی. انگار گفته من آنچرا که در آینه میدیدی تغییر میداد. در حالی که خودت فهمیدی کمر شلوارت برایت تنگ شده است. میان دیگران که بودیم حرف مرا می بریدی و آنها می فهمیدن چه نظری نسبت به من داری. گناه من این بود که تو را می بخشیدم. من می توانستم مرکز وجودت را ببینم. آن پرسش هولناک را که ناگزیر با آن همه اطمینان ساختگی
محافظت می کردی آن فضای خالی را. خدا حافظ سلدین لیوانش را خالی کرد و آن را در کنار گذاشت. باز باران گرفته بود و قطراتش بر پنجره‌های سنگین اتاق می‌کوفت. پرده‌ها را کشید و چراغ را خاموش کرد. همانطور که لمیده بود وقتی به خواب رفت، آخرین چیزی را که باید به شوهرش می‌گفت به خاطر آورد. در رخت خواب هرگز به من توجه نداشتی. به این که من هم لذت ببرم. نیاز من هرگز برایت اهمیتی نداشت. آخرش فهمیدم تو نه معشوقه بلکه خدمتکار میخواهی. خب حالا همانجا که هستی راحت بخواب. آن وقت در خواب سلدین را دید. چهرش فضای خواب را پر کرده بود. گفت همه چیز رو به پایان است. این تمدن درها به رویش بسته میشود. فرهنگ جالبی بود. درخشان و در عین حال پلید، آدمخوار و مسیحی، شکوه جهان بود. باید تا وقتی میتوانیم آن را جشن بگیریم، تا صبح. ولی پملا حتی در عالم رویا نیز با او هم داستان نبود. اگرچه میدانست باز گفتن آن چه میاندیشید بیهوده است، آن هم حالا. جامپی جاشی بعد از اینکه پملا چامچا از خانه بیرونش کرد، به شاندار کافه آقای سفیان در بریک هال های استریت رفت و پشت میزی نشست تا خوب فکر کند ببیند کاری که کرده دیوانگی است یا نه. کافه هنوز خلوت بود و به جز خانم چاقی که داشت یک جعبه بسته برقی و جالبی می‌خرید، دو کارگر عرب پیراهندوزی که چای چالو می‌خوردند و یک زن مسن لهستانی بازمانده دورانی که هنوز خرید و فروش شیرینی و آب نبات در دست یهودی ها بود، کس دیگری در کافه دیده نمی شد. زن هر روز در گوشه‌ای می نشست و دو ساموسای سبزی، یک پوری و یک لیوان شیر می خورد و به هر کس که وارد کافه می شد اعلام می کرد برای این به آنجا می آید که وقتی گوشت گیرت نمی آید، بهترین جا همین کافه است و این روزها آدم باید به این بهترین های درجه دوم راضی باشد. جامپی با قهوهش زیر نقاشی مهیبی که زنی افسانه‌ای و چند سر را با سینه های برهنه نشان می داد نشست. چند تکه ابر حریرگون نوک سینه هایش را می پوشاند. نقاشی به رنگ های صورتی سبز نئون و طلایی بود. آقای سفیان که هنوز سرش خلوت بود احساس کرد جامپی خیلی پکر است. سلام حضرت جامپی، چرا آب و هوای بدنت را به کافه من آوردی؟ مگر در این مملکت به قدر کافی ابر وجود نداره؟ همین که سفیان پیشش آمد جامپی سرخ شد. سفیان طبق معمول شب کلاه سفید کوچکش را به سر داشت و ریش بی سبیلش را بعد از زیارت اخیر مکه حنا می‌بست. محمد سفیان مردی ستبر بود که بازوهای کلفت و شکم برآمده‌ای داشت و از خداشناس‌ترین و در عین حال غیر فناتیک‌ترین مؤمنینی بود که می‌توان یافت. برای جاشنی حکم خیشاوندی قدیمی را داشت. سفیان که به میزش رسید گفت راستی عمو، به نظر تو من یک تختم کمه؟ سفیان پرسید تا حالا تونستی پول در بیاری؟ نه عمو جان. تا حالا کار تجارت کرده ای؟ واردات، صادرات، مشروب، دستفروشی؟ من از اعداد و ارقام چیزی سر در نمی آورم. اعضای خانوادت کجا هستن؟ من فامیل ندارم عمو، خودم تنها هستم. پس احتمالاً در خلوت و تنهایی مدام از خداوند مسئلت می‌کنی که تو را در این وضع راهنمایی کند. تو که بهتر می‌دانی عمو، من اهل دعا و مسئلت نیستم. سفیان نتیجه گرفت. پس بی برو برگرد خلی، حتی بیش از آنکه فکرش را بکنی. جامپی آخرین جرعه قهوه‌اش را نوشید،
و گفت متشکرم عمو جان، واقعا لطف داری. سفیان می دانست مهری که در طنزش نهفته است در جانپی علی رغم چهره غمزدش تأثیر گذاشته است و خطاب به مرد سفید پوست و چشمابی آسیایی که بارانی چارخانه به رنگهای زنده و شانه‌های فراخ به تن داشت و تازه وارد شده بود گفت آقای حنیف جانسون، بیا اینجا و معمای ما رو حل کن. جانسون که وکیلی زرنگ و بچه محل بود با دخترهای زیبای سفیان خوشو بش کرد و به سوی جانپی رفت. سفیان گفت تو میفهمی این چجور آدمی است؟ من که سرم نمیشود. مشروب که نمیخورد. پول که به نظرش مثل مرض است و دو تا پیرن بیشتر ندارد. 40 سالش شده و زن نمیگیرد. برای مای چندر غاز حقوق در مرکز ورزشی هنرهای رزمی درس میدهد. از اینا گذشته با باد هوا زندگی میکند و مثل ریشی ها یا پیران طریقت رفتار میکند، در حالی که کمترین ایمانی ندارد. ظاهراً پی به رازی برده در حالی که به هیچ صراطی مستقیم نیست. همه اینا رو با تحصیلات کالجش جمع بزن و نتیجه رو بگو. حنیف جانسون مشتی به شانه جانپی زد و گفت او صدایی می شنود. سفیان با حیرتی ساختگی دستهایش را باز کرد. صدا؟ پس بگو صدا از کجا؟ از تلفن؟ از آسمان؟ یا از واکمن سونی که داخل کتش قایم کرده؟ حنیف با قیافه جدی جواب داد صداهای درونی. طبقه بالا روی میزش یک ورق کاغذ است که رویش ابیاتی نوشته شده و عنوانش جوی خون است. جانپی در حالی که فنجان خالیش را میانداخت از جا پرید و خطاب به حنیف که بلافاصله از وسط سالن به آن طرف میپرید فریاد زد میکشمت. و حنیف ادامه داد آره سفیان صاحب، ما در میانمون یک شاعر داریم، به ایشان محترمانه رفتار کنید. مراقب باشید که خیلی ظریفند. ایشان میگویند خیابان رودخانه است و یا به مثابه جریان آب. انسانیت چون جوی خون است. این است منظور شاعر. همینطور هر آدمی حرفش را برید و در حالی که جانپی دنبالش کرده بود به پشت یک میز 8 نفره دوید. چهره جانپی از غضب به سرخی میزد و بازوانش را چون بال تکان میداد. مگر در بدنهای من جوی خون جاری نیست؟ اتوک پاول کنجکاو گفته بود چون آن مرد رومی گوی رود تیر را میبینم که از خون کف بر لب آورده. جانپی جاشی با خود گفته بود باید این استعاره را احیا کرد، باید از آن چیزی از خودم بسازم. ملتمسانه به حنیف گفت این کارت مثل تجاوز است، تو را به خدا بس کن. صاحب کافه فکورانه گفت صداهایی که آدم میشنون از بیرون میاین، ولی مثل ژان دارک یا آن مردی که گربه داشت، اسمش چی بود؟ ویتینگتون. ولی با شنیدن چنین صدایی آدم معروف می شود یا لااقل به ثروت می رسد. این یکی که نه مشهور است و نه پولدار. جانپی در حالی که بازوهایش را بالا می برد و بی اراده لبخند می زد گفت بس است، تسلیم. تا 3 روز بعد علی‌رغم همه کوشش های آقای سفیان و خانم و دخترهایش میشال و آناهیتا و همینطور حنیف جانسون وکیل، جانپی انگار خودش نبود. سفیان میگفت بیشتر دامپیست تا جانپی. مثل همیشه دنبال کارهایش بود. به کلوپ جوانان، دفاتر تعاونی فیلمی که عضو آن بود و خیابانها برای پخش نشریات یا فروش روزنامه های خاص یا گشت و گذار می رفت. ولی همانطور که به راهش می رفت قدمهایش سنگینی می کرد. آناهیتا با تقلید لهجه اعیان و اشراف انگلیسی گفت
آقای جمشید جاشنی، لطفاً آقای جمشید جاشنی با تلفن صحبت کنید. خصوصی است. پدرش سفیان نیم نگاهی به شادی که از چهره جاشنی می تراوید افکند و زیر گوش زنش زمزمه کرد. خانم، صدایی که این پسر دوست دارد بشنود از هیچ لحاظ درونی نیست. پس از 7 شبانه روز عشق بازی با شوق و ذوقی پایان ناپذیر، ملاطفتی ژرف و چنان تر و تازگی که پنداری راه و رسمش همین الان اختراع شده است، آن چیز غیر ممکن میان پملا و جاشی به وقوع پیوست. 7 شبانه روز شوفاژ اتاق را روی آخرین درجه گذاشتند و برهنه ماندند و وانمود کردند در کشوری گرم سیر و آفتابی در جنوب عاشق و معشوق مناطق هارند. جمشید که همیشه با زنها بی دست و پا رفتار می کرد به پملا گفت هرگز پس از تولد 18 سالگیش که سرانجام دوچرخه سواری را آموخت چنین احساس شگرفی به او دست نداده است و به محض اینکه واژه ها از دهانش خارج شدند ترسید مبادا همه چیز را خراب کرده باشد. حتما سنجش عشق بزرگ زندگیش با دوچرخه پرپری دوران دانشجویی ناسزا شمرده خواهد شد. ولی نگرانی بیهوده بود، زیرا پملا لبهایش را بوسید و از او به خاطر زیباترین چیزی که تا به حال مردی به زنی گفته است تشکر کرد. در این مرحله بود که پی برد هرچه بکند غلط نخواهد بود و برای نخستین بار در زندگی حقیقتاً احساس امنیت کرد. امن مثل یک خانه، مثل آدمی که کسی دوستش دارد و پملا چامچا هم همین احساس را داشت. در 7 شب صدای کسی که میخواست در خانه را باز کند آن دو را از خواب بیرویایشان پراند. پملا وحشت زده زمزمه کرد. زیر تخت یک چوب هاکی است. جامپی که همانقدر ترسیده بود آهسته گفت آن را به من بده. پملا گفت من هم با تو میام. جامپی جواب داد نخه به هیچ وجه. آخر سر هر دو در حالی که روبه دو شامرهای تودوزی پملا را به تن داشتند چوب هاکی در دست آهسته از پله ها پایین رفتند. هرچند هیچ یک چندان احساس رشادت نمی کردند که چوب را به کار ببرند. پملا دید به این فکر افتاده است که اگر این مرد 7 داشته باشد چه؟ مردی با 7 که می گوید زود برگردید طبقه بالا. آن دو به پایین پله ها رسیدند. کسی چراغ را روشن کرد. پملا و جامپی همزمان فریاد کشیدند. چوب هاکی را به زمین انداختند و با آخرین شتاب ممکن به طبقه بالا دویدند. در همان حال در ورودی همکف موجودی ایستاده بود که پنداری یک راست از درون کابوس یا فیلم‌های تلویزیونی بعد از نیمه شب بیرون آمده. شیشه در ورودی را شکسته بود تا قفل را باز کند. پملا چنان دستخوش شور و هیجان بود که فراموش کرده بود کلون در را بیاندازد و سراپا آغشته به گل، یخ و خون بود. موجودی بود بی نهایت پرمو با ساقها و سمهایی مانند بزی غولاسا، بالاتنه ای مردانه که از پشم بز پوشیده بود، بازوهای انسان و سری که گذشته از دو شاخش به سر انسان می ماند و پوشیده از چرک و کثافت و تحریشش هم در آمده بود. آن موجود غیر ممکن همین که تنها شد تعادلش را از دست داد و نقش زمین شد. آن بالا در بالاترین طبقه منزل یعنی در کمینگاه سلدین خانم پملا چامچا در میان بازوان معشوقش به خود می پیچید و از ته دل می گریست و فریاد می کشید نه حقیقت ندارد. شوهرم در انفجار هواپیما نابود شده. کسی زنده نمانده. میشنوی چی میگم؟ من بیوه چامچا هستم.
زنی که شوهر لامصبش مرده. فایل 25 قسمت 5. جبرئیل فرشته در قطاری به مقصد لندن بار دیگر دستخوش وحشت از خدا شد. ترسش از این بود که گمان می کرد خدا می خواهد او را برای از دست دادن ایمانش مجازات کند و از این رو کارش رفته رفته به جنون می کشید. هر کس دیگری هم به جای او بود وحشت می کرد. در یک کوپه درجه یک ویژه غیر سیگاری ها نشسته بود و پشت به موتور قطار داشت، زیرا بدبختانه شخص دیگری روبرو نشسته بود. جبرئیل کلاه تریلبی را روی سرش پایین کشید و مشتهایش را ته جیبهای گاباردین آستر قرمز فرو برد و ناگهان به هراس افتاد. وحشت از اختلال حواس، آن هم با دخالت نیرویی که دیگر نسبت به وجود آن ایمان نداشت. ترس از اینکه در حال جنون به آن فرشته واهی مبدل شود چنان شدت می‌یافت که قادر نبود مدتی طولانی به آن بیندیشد. با این وجود هیچ توضیح دیگری برای معجزه‌ها، دگردیسی‌ها و اشباح روزهای اخیر می‌توان یافت. در سکوت لرزید و اندیشید از دو حال خارج نیست. الف، من عقلم را از دست دادم. ب، کسی رفته و قانون همه چیز را عوض کرده است. خوشبختانه اکنون در پیله گرم و نرم کوپه قطار امور معجزه‌آسا به نحو اطمینان بخشی غایب بودند. و علاوه دسته های صندلی ساییده، چراغ مطالعه بالای شانش از کار افتاده و قاب آینه خالی بود و جا به جا لزوم اجرای مقررات گوش زد می شد. علامت های کوچک مدور قرمز و سفید استعمال دخانیات را ممنوع می کردند. یک آگهی استفاده بی مورد از زنجیر توقف اضطراری را قابل مجازات می شمرد و علائم دیگری مقدار مجاز باز کردن پنجره را نشان می‌داد. موقع ورود به توالت نیز وجود چند علامت ممنوعیت و اعلان سایر مقررات دلش را شاد کرد. وقتی مأمور کنترل با دستگاه کوچکش که ته بلیط‌ها را هلالی می‌برید و به او اعتبار می‌رخشید وارد شد. تظاهرات قانون جبرئیل را تا اندازه‌ای آرام کرده بود، به طوری که با روحیه بهتری شروع به ارائه دلایل منطقی کرد. اقبال به او رو آورده و از چنگال مرگ و هذیان خاص آن گریخته بود و حالا در پی بهبودیش ظاهراً می توانست رشته های زندگی قدیمیش، یعنی زندگی قدیم و جدیدش، زندگی تازه‌ای که قبل از این واقعه برای خود طرح‌ریزی کرده بود را دوباره در دست بگیرد. هرچه قطار او را از ناحیه گرگومیش فرود و استارت ناگزیرش دورتر می برد و در مسیر آن خطوط آهن موازی که قابلیت پیشبینیشان شادی آور بود پیش می رفت، احساس می کرد کشیش جادویی آن شهر عظیم بر وی کارگر می افتد و خصلت دیرین و امیدوارش باز می گردد. استعدادی که در قبول تجدید امور و از یاد بردن سختی های گذشته داشت و به آینده مجال خودنمایی می داد بار دیگر رخ نمود. از روی صندلیش پرید و روی یکی از صندلی های مقابل نشست، به طوری که چهرش رو به لندن بود. اگرچه دیگر پنجره در کنارش نبود، ولی چه اهمیتی داشت؟ لندنی که می خواست در ذهنش جای داشت. نامش را به بانک بلند آواز کرد، هللویا، و مسافر دیگر کوپه حرفش را تأکید کرد، هللویا برادر، حسانا آقای عزیز و آمین. مرد غریبه ادامه داد، باید اضافه کنم که ایمان من کاملا بینام است. مثلا اگر شما گفته بودید لا اله، من از ته گلو جواب می دادم الا الله.
جبرئیل متوجه شد که تغییر مکان در کوپه و بی توجهی در تلفظ نام غیرعادی اله همسفرش را به اشتباه انداخته و کوشش در افتتاح آشنایی از سوی آدمی دیندار تلقی شده است. مرد در حالی که کارتی از کیف پوست کروکودیلیش بیرون می آورد و به جبرئیل می داد گفت: من جان مسلمه هستم. شخصا پیرو ایمان جهانی هستم که اکبر شاه برمغان آورد. عقیده من خداوند موسیقی کرات است. معلوم بود آقای مسلمه به این زودی ها از گفتار باز نمی ایستد و جبرئیل جز این که ساکت بنشیند و به این جریان پر آب و تاب کلمات گوش فرادهد چاره ای نداشت. از طرف دیگر از آنجا که یارو مانند کشتیگیران حرفه‌ای هیکلدار بود بهتر بود مراقب رفتارش باشد. به علاوه فرشته در چشمانش پرتوی ایمان واقعی را تشخیص می داد. همان پرتویی که تا همین اواخر هر روز هنگام اصلاح صورت در آینه ریش تراشی در چشمان خودش دیده بود. مسلمه با لهجه خوش آکسفوردیش پوز می داد. من در کارم موفق بودم آقا، به خصوص برای یک آدم قهوه‌ای پوست. باید بگویم که به طور استثنایی موفق بودم، آن هم در این دوره و زمانه. متوجه هستید که با حرکت ضعیف ولی گویای دستی که شبیه ران خوک بود به لباس‌های گران قیمتش اشاره کرد. کت و شلوار و جلیقه راه راه دست دوز، ساعت طلای زنجیردار، کفش‌های ایتالیایی، کراوات ابریشمی با سنجاق مخصوص و تکمه سردست‌های جواهر نشانی که به مچ‌های سفیدش نصب شده بود. بر فراز این لباس‌هایی که برازنده یک لرد انگلیسی بود، سری بسیار بزرگ قرار داشت که موهای پرپشتش را صاف عقب زده بود. زیر ابروان پرپشت و بلندش چشمانی آتشین دیده می شد که از همان ابتدا بر جبرئیل تأثیر گذاشته بود. جبرئیل که باید پاسخی می داد گفت: بسیار شیک است. اینطور که می گفت ابتدا ثروتش را از راه ساختن شعارهای تبلیغاتی مانند موسیقی آن شیطان آشنا به دست آورده بود. شعارهایی که زنها را به خرید لباس زیر و ماتیک براق تشویق می کرد و مردها را به وسوسه می انداخت. حالا در سرتاسر شهر مغازه های صفحه فروشی داشت. به علاوه مالک کلوپ شبانه موفق مومگرم و یک فروشگاه آلات موسیقی بود که شاد و مغرورش می کرد. او هندیال اصل و اصل گویان بود. ولی دیگر هیچ چیز آنجا نمانده آقا. مردم چنان دست دست خارج می شوند که دیگر هواپیما به قدر کافی نیست. ولی او خیلی زود موفق شده بود. به کمک خداوند متعال من هر یک شنبه به کلیسا می روم آقا. اقرار می کنم که نسبت به آوازهای مذهبی انگلیس علاقه خاصی دارم. آنقدر بلند می خوانم که سقف از جا می پرد. این اتوبیوگرافی با شرح کوتاهی درباره وجود یک زن و یک دوجین بچه به پایان رسید. جبرئیل به او تبریک گفت. امیدوار بود ساکت شود، اما مسلمه تازه می‌خواست رازش را فاش کند. با لحنی شاد و صمیمی شروع کرد. احتیاج نیست شما راجع به خودتان چیزی بگویید. طبیعی است که من شما را می‌شناسم. اگرچه آدم انتظار ندارد چنین شخصیتی را روی خط ایستبورن ویکتوریا ببیند. لبخند زنان چشمک زد و انگشتش را کنار بینیش نهاد. ولی به زندگی خصوصی احترام می گذارم و خوش ندارم مخل آسایش کسی بشوم. ابدا. جبرئیل چنان شگفت زده شد که بی اراده گفت: من؟ من کی هستم؟ مرد به سنگینی سر تکان داد و ابروانش مانند شاخک‌های نرم تکان خورد. بله، به عقیده من این سوالی است که جوابش جایزه دارد. دوره و زمانه بدی است آقا. آن هم برای آدم‌های اخلاقی.
وقتی شخص نسبت به اصل و جوهرش اطمینان ندارد، چگونه میتواند پی ببرد که یک آدمی خوب است یا بد؟ ولی انگار خسته تان کردم. من به پرسش‌های خود با ایمانم پاسخ میدهم. در اینجا مسلمه به سقف نگریست. از این گذشته شما که نسبت به هویتتان تردیدی ندارید، زیرا همان آقای جبرئیل فرشته مشهور و افسانه‌ای هستید. ستاره سینما و متاسفانه باید اضافه کنم ویدئوی غیر مجاز. هر 12 فرزند و من و همسرم همگی از ستایشگران قدیمی و بیچون و چرای شما در نقش قهرمانان مقدس هستیم. و یک مرتبه دست راست جبرئیل را در دست گرفت. مسلمه با صدای رعداسایش ادامه داد: شخصاً از آنجا که به نظریه وحدت وجود تمایل دارم و همه خدایان را محترم می شمارم، به کار شما علاقه مندم، زیرا به نمایش انواع و اقسام خدایان اهتمام کرده ای. آقا، شما مثل رنگین کمانی ائتلاف آسمان هستید. یک تن سازمان ملل خدایان را دایر کرده اید. خلاصه شما آینده اید. بگذارید به شما درود بگویم. رفته رفته داشت بوی بیبر و برگرد دیوانگی را می پراکند و با اینکه هنوز از مرحله ابراز طرز فکر ویژه خود خارج نشده بود، جبرئیل نگران بود و با نگاه‌های مشوش فاصله خودش را تا در می سنجید. مسلمه داشت می گفت: من بر این باورم که او را به هر نامی بخوانیم، آن نام چیزی جز یک کد یا علامت رمز نخواهد بود. بله آقای فرشته، علامتی که نام واقعی را مخفی می کند. جبرئیل همانطور ساکت ماند و مسلمه که در پوشاندن یأس خود کوششی نکرد به جای او گفت: حتما میخواهید بپرسید آن نام واقعی چیست؟ آن وقت جبرئیل فهمید اشتباه نکرده است و این یارو عقلش به کلی پار سنگ میبرد. حتما اتوبیوگرافیش هم آنقدر ساختگی است که ایمانش. به این فکر افتاد که هر کجا پا می گذاشت قصه ها و داستان ها در حرکت بودند. داستان هایی که پشت ماسک آدمیزاد وانمود می کردند انسانند. خودش را متهم کرد: تقصیر خودم است. انقدر از دیوانگی ترسیدم که خدا می داند. این زنجیری حراف از کدام گوشه تاریک سر در آورد و به سراغم اومد. ناگهان مسلمه از جا پرید و فریاد زد: تو نمیدانی؟ شارلاتان، دروغگو، متظاهر، ادعا میکنی ستاره جاودان سینما و تجسم 1001 خدا هستی و وقت نمیدانی؟ چطور ممکن است که من، پسر فقیر بارتیکا در اسکیبو، این چیزها را بدانم؟ آن وقت جبرئیل فرشته آنها را نداند؟ قلابی، توف بر تو. جبرئیل برخاست ولی مسلمه تقریبا همه فضا را پر کرده بود و جبرئیل برای در امان ماندن از خطر بازوانش که چون آسیاب بادی میچرخیدند و کلاه تریبلی خاکستری را به کناری افکنده بودند، به سختی به یک طرف متمایل شد. آن وقت یک مرتبه دهان مسلمه باز ماند، پنداری چندین اینچ کوچک شد و پس از چند لحظه منجمد به زانو افتاد و زانوانش دنگ صدا کرد. جبرئیل ماتش برد. آن پایین چه کار دارد؟ پی کلاه من می‌گردد. اما مرد دیوانه به التماس افتاده بود و تقاضای بخشش می‌کرد. می‌گفت: من هرگز تردیدی نداشتم که شما خواهید آمد. خشم من بی دست و پا را ببخشید. قطار وارد تونلی شد و جبرئیل دید که نوری گرم و طلایی که از نقطه‌ای درست در پس سرش ساطع می‌شد احاطه‌شان کرده است. بعد در شیشه در انعکاس حاله نورانی دور سرش را دید. مسلمه داشت با بند کفشش برمی‌رفت.
آقا من در تمام طول زندگیم می دانستم که برگزیده شدم. حالا لحنش همانقدر عاجزانه می نمود که چند لحظه پیش تهدیدآمیز به نظر می رسید. بچه‌ام که بودم در بارتیکا می دانستم. کفش پای راستش را در آورد و بنا کرد لوله کردن جورابش. گفت علامتی داده شده بود. جورابش را هم در آورد. پایش در نگاه اول عادی و بسیار بزرگ بود. آن وقت جبرئیل شروع به شمارش کرد و 6 انگشت شمرد. باز شمرد. همان بود. مسلمه با غرور گفت آن پایم هم همینطور است و من هیچ تردیدی در معنیان نداشتم. او خود را به سمت یاوری خدا منسوب کرده بود. خیال می کرد انگشت ششم پای یک موجود کیهانی است. جبرئیل فرشته اندیشید معلوم می شود زندگی معنوی این کره هم یک پایش می لنگد. این همه دیو در درون مردم ادعا می کنند به خدا ایمان دارند. قطار از تونل خارج شد و جبرئیل تصمیمی گرفت. با بهترین جست فیلم های هندی گفت جان 6 انگشتی بلند شو. مسلمه بلند شو. مرد ایستاد در حالی که سرش را پایین انداخته بود و با انگشتانش بر می رفت. جویده جویده گفت آنچه می خواهم بدانم این است آقا. ما آدم ها آخرش چطور می شویم؟ نابود یا رستگار؟ شما برای چه بازگشته اید؟ جبرئیل به سرعت فکرهایش را کرد و سرانجام جواب داد. غرض قضاوت است. واقعیت ها باید سنجیده شود و مثبت و منفی در جای خود قرار بگیرد. در اینجا نوع انسان محاکمه می شود و این مدعی علیهی است که سابقه درخشانی ندارد. تاریخ گواه آن است. ارزیابی های دقیقی باید انجام شود. در حال حاضر هنوز رأی صادر نشده. وقتش که رسید همه چیز اعلام خواهد شد. تا آن زمان بهتر است حضور من برملا نشود. این رازپوشی به دلایل امنیتی و حیاتی واجب است. کلاهش را سرش گذاشت. از خودش خوشش آمده بود. مسلمه داشت با شدت سر تکان می‌داد. روی من حساب کنید. من آدمی هستم که به اسرار اشخاص و رازداری احترام می‌گذارم. قبلا هم که گفته بودم. جبرئیل در حالی که آوازهای مذهبی مرد دیوانه تعقیبش می‌کرد از کوپه بیرون پرید و همانطور که به سمت ته قطار می‌دوید هنوز صدای مسلمه را می‌شنید. آللویا، آللویا. ظاهراً مرید جدیدش بخش‌هایی از مسیح را می‌خواند. در هر حال کسی جبرئیل را تعقیب نکرد و خوشبختانه در ته قطار هم کوپه درجه یکی بود که با طرحی شاد و زیبا تزیین شده بود. صندلی‌های راحت نارنجی رنگ را 4 تا 4 تا دور میزها چیده بودند. جبرئیل نزدیک پنجره نشست و در حالی که نفس نفس می‌زد و کلاهش را پایین کشیده بود به سمت لندن خیره ماند. میخواست هر طور شده واقعیت انکار ناپذیر حاله نورانی را درک کند اما موفق نمیشد. هرچه باشد تازه از شر آن جان مسلمه خلوز راحت شده بود و هیجان دیدار نزدیک آللویا کن مجال تفکر باقی نمیگذاشت. سر رسیدن خانم رکامرچند کنار پنجره پریشانش کرد. روی قالی بخارای پرندهش نشسته بود و ظاهراً طوفان برف بیرون که موجب می شد انگلستان مانند تلویزیونی که برنامهش به پایان رسیده به نظر بیاید تأثیری بر وی نداشت. رکا دستی به سویش تکان داد و جبرئیل احساس کرد امید ترکش می گوید. مکافات روی قالیچه پرنده دیدگانش را بر هم نهاد و کوشید از لرزش بدنش جلوگیری کند. فایل آخر از جلد 1. آقای بود
فایل 26. الیکون خطاب به کلاس دختران نوجوان که چهرهشان از نور درونی پرستش می درخشید گفت: من می دانم شبح چیست. در کوههای بلند هیمالیا بسیار اتفاق می افتد که کوهنوردان را ارواح کوهنوردانی که هرگز به قله نرسیدند و یا ارواح مغرورتر و غمگینتر آنان که تا قله رسیده و هنگام بازگشت از میان رفتند همراهی می کنند. بیرون برف بر روی زمین و درختان بلند و برهنه پارک می نشست. ما بین ابرهای تیره برفی و شهر سفید پوش نور به رنگ زرد کثیفی در آمده بود. نوری باریک و مه گرفته که آدم را کسل می کرد و نمی گذاشت به عالم رویا فرو برود. ولی آنجا الی به یاد می آورد آن بالا در ارتفاع 8000 متری نور چنان پاک و شفاف بود که پنداری چون موسیقی تنین انداز می شد. اینجا روی زمین مسطح نور هم مسطح و زمینی بود. در اینجا هیچ چیز پرواز نمی کرد. گیاهان مرداب می پژمردند و پرندهی نمی خواند. هوا به زودی تاریک می شد. دستهای دخترها که بلند شده بود او را به خود آورد. خانم کن، منظورتان روح است؟ روح؟ ما را دست انداخته اید، نه؟ در چهره هایشان تردید با پرسش می جنگید. او آنچه را واقعا می خواستند بپرسند و آخرش هم نمی پرسیدند می دانست. سؤال اصلی مربوط به پوست معجزه آسایش بود. وارد کلاس که شده بود زمزمه های هیجان زدهشان را شنیده بود. راست می گفتند: نگاه کن چقدر رنگ پریده است، باور کردنی است. هاللویا کن که حالت یخ زدهش در حرارت آفتاب در ارتفاع 8000 متری پا بر جا مانده بود. الی دوشیزه برفی، ملکه یخ. خانم شما چطور آفتاب سوخته نشدید؟ وقتی به اتفاق هیئت پیروزمند کالینگوود از کوه اورست بالا رفت، روزنامه ها آنها را سفید برفی و 7 کوتوله لقب دادند. ولی او شباهتی به قهرمانان ملیح والت دیزنی نداشت. لبان گوشت آلودش نه سرخ بلکه صورتی، موهایش به جای مشکی بلند یخی و چشمانش درشت و نگاهش از همه جا بی خبر نبود. بلکه بنابر عادت برای مقابله با انعکاس نور به روی برف دیدگانش را تنگ می کرد. یک مرتبه خاطره ای از جبرئیل فرشته به یادش آمد. جبرئیل در طول 3 روز و نیمی که با هم بودند، در حالی که مثل همیشه نمی توانست جلوی خودش را بگیرد، بانگ زده بود: کی گفته تو کوه یخی عزیز؟ بگذار هرچه دلشان می خواهد بگویند. تو یک زن شهوتی هستی بی بی، مثل کاچوری داغی. آن وقت نوک انگشتانش را فوت کرده بود تا مثلا خنک بشود و بازی را ادامه داده دستهایش را تکان داده بود. آی خیلی داغه، آب بریز رو دستم. جبرئیل فرشته خودش را کنترل کرد. آهای حالا وقت کار است. با لحنی محکمتر تکرار کرد: بله ارواح در ارتفاعات اورست، پس از اینکه از سقوط روی یخها جان سالم به در بردم، مردی را دیدم که روی تخت سنگی 4 زانو به فرم لوتوس نشسته بود. چشمانش بسته و پارچه شطرنجی به سرش بسته بود و مانترای قدیمی مانی پادمه را هم می‌خواند. الی از دیدن لباس‌های قدیمی و رفتار عجیبش فوراً حد زده بود که باید روح موریس ویلسون باشد. ویلسون یوگی بود که در سال 1934 میخواست به تنهایی ارتفاع اورست را بپیماید. 3 هفته تمام لب به غذا نزده بود تا روح و جسمش به چنان یگانگی برسد که کوه قادر به جدا کردنشان نباشد. تا جای ممکن با یک هواپیمای سبک بالا رفته و پس از فرود به روی برف‌ها شروع به بالا رفتن کرده و هرگز باز نگشته بود.
همین که الی نزدیک شد، ویلسون چشمانش را باز کرد و به جای سلام سری تکان داد و بقیه آن روز از کنارش دور نشد و همینطور همراهش قدم می‌زد و وقتی از گذرگاه سختی می‌گذشت در فضا باقی می‌ماند. یک بار با شکم به روی برف‌های شیب تندی افتاد و به طرف بالا سر خورد. پنداری به روی یک لوژ نامری ضد نیروی جاذبه سوار بود. الی کاملا عادی رفتار کرده بود، گویی به یک آشنای قدیمی برخورده است، اگرچه بعداً دلیل این رفتار خود را فهمیده بود. ویلسون همانطور به صحبت ادامه داده بود. این روزا کسی زیاد این طرفا نمیاد، چه رو به بالا چه رو به پایین. و از اینکه هیئت چینی در سال 1960 جسدش را کشف کرده بود سخت دلخور بود. این زردای کوچولو اونقدر پررو بودن که از بدنم فیلم برداری کردن. الی از پارچه زرد و سفیدی که ویلسون به سرش بسته بود بر نمی داشت. همه اینها را برای دختران مدرسه دخترانه بریک هال فیلدز تعریف می کرد. آنها آنقدر برایش نامه نوشته التماس کرده بودند برایشان سخنرانی کند که آخر سر نتوانسته بود تقاضایشان را رد کند. نوشته بودند حتما باید بیایید، خانه تان هم که نزدیک است. آپارتمانش آن طرف پارک بود و علی‌رغم ریزش سنگین برف که دید را محدود می کرد از پنجره کلاس دیده می شد. آنچه به دخترها نگفته بود این بود. در حالی که روح موریس ویلسون با صبر و حوصله جزئیات صعود و کشفیات بعد از مرگش را شرح داده بود و بعد از مراسم جفتگیری بسیار ظریف و همواره غیر مولد یتیها که اخیراً در جنوب دیده بود سخن گفته بود، الی دریافته بود که دیدن شبح مرد عجیب 1934 اولین انسانی که می‌خواست به تنهایی تا قله اورست صعود کند، کسی که خود نوعی آدم برفی هولنگیز بود، اتفاقی نبوده، بلکه نوعی اشاره و اعلام خیشی و نزدیکی و شاید به نوعی پیشگویی آینده محسوب می شده. زیرا در همان لحظه رویای پنهانیش زاده شده، انجام غیر ممکن رویای صعود بی همراه. شاید هم موریس ویلسون فرشته مرگش بود. داشت می گفت می خواستم از ارواح صحبت کنم، زیرا بیشتر کوهنوردان هنگام فرود آمدن از قله ها از این گونه رویدادها خجل می شوند و این قبیل داستان ها را تعریف نمی کنند، ولی ارواح وجود دارند. این را اقرار می کنم، اگرچه از آن آدم هایی هستم که همیشه با واقعیت زندگی کرده و پاهایم بر روی زمین استوار بوده. این دیگر خنده‌دار بود. پاهایش حتی قبل از صعود به اورست از دردهای نابهنگام رنج می برد و دکترش که یک زن اهل بمبئی به نام دکتر میستری پزشک عمومی و آدمی صریح بود به او اطلاع داده بود که از کم شدن قوس پا که اصطلاحاً کف پای مسطح می گویند در رنج است. قوس پایش همیشه ضعیف بود و در اثر سالها پوشیدن کفش‌های بی پاشنه و مسطح بدتر شده بود. دکتر میستری نمی توانست دستورات زیادی برای مداوا تجویز کند. تمرین، انقباض انگشت‌های پا، برهنه دویدن به طبقه بالا و پوشیدن کفش‌های مناسب البته که خوب بود. دکتر گفته بود تو به قدر کافی جوانی، اگر مواظب باشی می توانی به زندگی ادامه بدهی، وگرنه در 40 سالگی چلاق می شوی. وقتی جبرئیل باز شروع شد، شنید که با وجود سوزن سوزن شدن پاهایش به اورست صعود کرده، او را مریض من نامید. در کتاب قصه های پریان بامپر خوانده بود که یک پری دریایی به خاطر مردی که دوست می داشت اقیانوس را ترک گفته و به شکل انسان در آمده بود، ولی وقتی با پاهایی که به جای دم بر بدنش رویده بود راه می رفت، گامهایش چنان دردآور بود
که گویی روی شیشه شکسته راه می رود. با این حال همچنان پیش می رفت و از دریا دور می شد. جبرئیل گفت: تو این کارو برای اون کوه بدپیر کردی؟ حاضری به خاطر یک مرد همان را انجام بدهی؟ جاذبه اورست چنان شگفت‌انگیز بود که الی درد پایش را از کوهنوردان همراهش پنهان می داشت. اما این روزها درد همچنان باقی بود و شدت می گرفت و از بدشانسیش این بود که این ضعف مادرزاد گریبانگیرش شده بود. فکر کرد: پایان کار یک ماجراجو، پاهایم به من خیانت کردند. تصویر پاهای بسته در ذهنش بود. اندیشید این چینی های لامصب و به یاد روح ویلسون افتاد. میان بازوان جبرئیل فرشته گریسته بود. زندگی برای بعضی آدم ها آسان است. چرا پاهای مردشور برده آنها به این روز نمی افتد؟ و جبرئیل پیشانیش را بوسیده بود. شاید برای تو همیشه این یک مبارزه باشد، چون کوهنوردی را بی اندازه دوست داری. کلاس که این همه گفتگو از ارواح را کسل کننده می یافت در انتظار چیز دیگری بود. آنها داستان اصلی را می‌خواستند به روی قله بایستند و الی مایل بود ازشان بپرسد: می‌دانید این که همه زندگی آدم در لحظه‌ای به طول چند ساعت متمرکز باشد چه احساسی دارد؟ می‌دانید وقتی تنها در جهت نزول می‌توان راه پیمود چه حالی به آدم دست می‌دهد؟ اما گفت: من و همراه هم شرپا پمبا جفت دوم بودیم. به پمبا گفتم حتما جفت اول تا حالا به قله رسیدن. هوا که تغییری نکرده. ما هم که میتوانیم برویم. پمبا یک مرتبه جدی شد. تغییر عجیبی بود. چون او یکی از دلغک های هیئت به حساب میامد و هرگز به عمرش تا قله صعود نکرده بود. در آن مرحله خیال نداشتم بدون اکسیژن بالا بروم. ولی وقتی دیدم پمبا چنین قصدی دارد، فکر کردم باشد، من هم بی اکسیژن می روم. هوسی احمقانه و غیر حرفه‌ای بود، ولی یک مرتبه دلم می خواست زنی باشم که روی قله آن کوه حرامزاده نشسته، ولی مثل یک انسان، نه یک ماشین تنفسی. پمبا گفت: الی بی بی، نکن این کارو. ولی من گوش ندادم، شروع کردم به بالا رفتن. چند لحظه بعد جفت اولو دیدم که پایی می اومدن و من آن حالت شگفت انگیز رو در چشماشون دیدم. چنان از خود بیخبر بودند و در عوالم متعالی غوطه می خوردن که متوجه نشدن دستگاه اکسیژن با خودم ندارم. بانک زدن: مواظب باشید، مراقب فرشته ها باشید. پمبا با ریتم درستی تنفس می کرد و من نیز به تعقیب از او دم و بازدم را با همان آهنگ تنظیم کردم. آن وقت احساس کردم چیزی از روی کلم برداشته میشه و لبخند زدم. لبخندی از ته دل. و وقتی پمبا رو به من کرد دیدم او هم لبخند میزند. لبخندش به شکلکی میموند که از شدت درد در آورده باشه. اما ناشی از وجدی دیوانوار بود. او زنی بود که در اثر زحمت شدید بدنی و بالا کشیدن خود از آن سنگهای عظیم یخزده توفیق یافته بود از جهان مادی خارج شود و به معجزه روح برسد. به دختران که پنداری همراهش گام به گام بالا می رفتند گفت: در آن حال همه چیز را باور داشتم. باور داشتم که کیهان صدایی دارد که می توان پرده ای را پس زد و چهره خدا را دید. بله، همه را. کوههای هیمالیا را دیدم که پایین پایم گسترده بود و آن نیز سیمای خدا بود. پمپا گویی در چهرم چیزی دید که نگرانش کرد، زیرا از آن سو بانگ زد: مواظب باش الی بی بی، مواظب ارتفاع باش. یادم می آید که از آخرین پیش آمدگی چنان بالا رفتم که انگار به سوی قله پرواز می کنم. و آن وقت رسیدیم و زمین از همه سو از زیر پایمان می گریخت. عجب نوری، همه عالم پاک شده به نور مبدل شده بود.
میخواستم لباسایم را بکنم تا آن نور به داخل پوستم نفوذ کند. هیچ کس در کلاس نخندید. آنها همراهش بر بام دنیا برهنه می‌رقصیدند. آن وقت تصاویر خیالی شروع شد. رنگین کمانها در آسمان می‌جهیدند و می‌رقصیدند و نور چون آبشار از پیکر خورشید فرو می‌ریخت و فرشتگان بودند. پس کوهنوردانی که در راه دیدم شوخی نمی‌کردند. من فرشتگان را دیدم و پمبا هم دید. در آن هنگام هر دو زانو زده بودیم. مردمک چشمانش کاملا سفید می نمود. مردمک چشمان من نیز سفید بود. شک ندارم. ممکن بود در همان حال که از برف کور شده و وهم کوهستان عقل منو زایل کرده بود آنجا بمیریم. ولی ناگهان صدایی شنیدم. صدایی بلند و تیز. مانند صدای تیر. و آن صدا مرا به خود آورد. چند بار پمبا رو با فریاد صدا زدم تا اونیز به خود آمد و هر دو شروع به پایین رفتن کردیم. هوا به سرعت تغییر میکرد. کولاکی در راه بود. اکنون هوا سنگین بود. سنگینی به جای آن نور، آن سبکی. هر طور بود خود را به محل ملاقات رساندیم و هر چهار نفر درون چادر کوچیک کم در ارتفاع 27000 پایی چپیدیم. هر یک اورستی داشتیم که در تمام طول شب بارها اون رو پیمودیم. یک بار از آنها پرسیدم راستی اون صدا چی بود؟ کسی تیر در کرد؟ ولی آنها طوری نگاهم کردند که انگار به سرم زده. گفتن کدام احمقی در این ارتفاع چنین کاری میکند؟ و از آن گذشته الی تو خودت میدونی که هیچ کدوم از ما تو این کوه تفنگ نداریم. البته راست میگفتن ولی من صدا را شنیده بودم. این رو می دونم. دنگ. صدای تیر و پژواکش. همین. تمام شد. یک بار حرفش را برید. این بود مهمترین داستان زندگیم. عصای دست نقره‌ای‌اش را برداشت و آماده رفتن شد. خانم بری معلم کلاس پیش آمد تا تشکرات بیمزه معمول را ادا کند. ولی دخترها دست بردار نبودند و اصرار می کردند. پس صدای چی بود الی؟ و او در حالی که ناگهان از 33 سال سنش 10 سال پیرتر می نمود شانه بالا انداخت و گفت نمی دانم، شاید روح بوریس ویلسون بود. و همانطور که سنگینیش را به عصا می داد از کلاس بیرون رفت. شهر خود لندن را میگویم یار، نه از این شهرهای فکستنی. مانند عزاداران در مجلس ختم سراپا سفید پوشیده بود. جبرئیل فرشته دیوانوار از خودش پرسید مجلس عزاداری کیست؟ مال من که نیست انشالله. قطار که به ایستگاه ویکتوریا رسید پیش از اینکه کاملا بایستد خودش را از در بیرون انداخت، به طوری که پایش پیچ خورد و به طرف چرخ دستی ها سکندری رفت. لندنی های منتظر با استهزا نگاهش کردند. همانطور که داشت می افتاد کلاه چروکیدش را چسبیده بود. رکامرچند پیدایش نبود و جبرئیل از فرصت استفاده کرده از میان جمعیت چون دیوانگان دوید. ولی به زودی او را کنار بلیت فروشی دید. صبورانه روی قالیچه پرندش نشسته بود و از دیدگان همه به جز او پنهان بود. بی اختیار گفت چی میخوای؟ از جان من چی میخوای؟ فوراً جواب داد میخواهم سقوطت را ببینم. دوروبرت را نگاه کن. کاری کردم که همه خیال میکنن دیوونه شدی. مردم دور میشدند و اطرافش را خالی میکردند. جبرئیل را مردی خلوز میدیدند که پالتوی گشادی پوشیده و کلاهی چون گدایان به سر دارد. صدای کودکی گفت آن مرد دارد با خودش حرف می زند. و مادرش پاسخ داد هیس عزیز جان، خوب نیست آدم بدبختا رو مسخره کنه. به لندن خوش آمدید. جبرئیل فرشته به سوی پله هایی که به مترو می پیوست دوید و رکا که روی قالیچه نشسته بود گذاشت برود.
ولی وقتی با عجله به سکوی شمال خط ویکتوریا رسید، باز او را دید. این بار عکس رنگی بود که درون یک پوستر 48 صفحه تبلیغاتی روی دیوار قرار داشت و مزایای کاربرد بیواسطه سیستم خطوط بین المللی تلفن را تبلیغ می کرد. رکاب بینندگان پوستر اندرز می داد. صدایتان را در سفر قالیچه جادو به هندوستان بفرستید. به جن یا چراغ جادو نیازی نیست. بی اراده فریاد کشید. بار دیگر مسافران نسبت به عقلش مشکوک شدند و به سوی جهت جنوب گریخت. مترو تازه رسیده بود. داخلش جهید. ولی رکامرچند روبرویش نشست و قالیچه‌اش را روی زانویش لوله کرد. در پشت سرش با صدا بسته شد. آن روز جبرئیل فرشته از همه جهات به وسیله قطار زیرزمینی شهر لندن گریخت و هر بار رکامرچند او را باز یافت. روی پله برقی بیپایان آکسفورد سیرکس و داخل آسانسورهای شلوغ پارک کنارش ایستاد و از پشت طوری خودش را به او مالید که در زمان زندگیش رسوایی می شمرد. اواخر خط مترو پلیتن اشباه فرزندانش را از بالای درختان چنگال مانند به پایین پرتاب می کرد و وقتی جبرئیل برای هواخوری کنار بانک انگلستان از مترو خارج شد فوراً خود را با حالتی تاتری از نوک سر در آن به زیر افکند و با اینکه جبرئیل از شکل واقعی این بی‌ثبات ترین و بوقلمون صفت ترین شهر هیچ نمی دانست کم کم به این باور رسید که همانطور که در زیرزمین‌هایش می‌دوید شهر شکل عوض می‌کرد به طوری که خطوط ایستگاه‌های مترو به طور کاملاً تصادفی عوض می‌شدند. چند بار به حال خفگی از آن دنیای زیرزمینی که کارکرد قوانین فضا و زمان را به پایان می‌برد خارج شده بود ولی هر بار ناچار به آن جهنم پرپیچ و خم آن هزار توی بی سرانجام بازگشته و به فرار زمینیش ادامه داده بود. آخر سر هلاک از خستگی به منطق تقدیروار دیوانگیش تن در داد و به طور تصادفی از ایستگاهی خارج شد که آخرین ایستگاه سفر طولانی و بیهودش در آن جستجوی واهی می نمود. در میان بی تفاوتی دلگیر خیابانی کثیف و پر آشغال کنار پیچی یک طرفه و پر کامیون خارج شد و افتان و خیزان به راه افتاد. هوا تاریک می شد. با آخرین پسمانده های خوشبینیش به پارکی ناشناس که حاله های اسیری لامپ های تنگستن به آن هیبتی شبهوار می بخشید وارد شد و در انزوای شب زمستان به زانو افتاد که پیکر زنی را دید. آرام از میان چمن برف پوش پارک به سویش می آمد. فکر کرد باید رکامرچند الهه انتقامش باشد که برای دادن بوسه مرگ و کشاندن او به زیر زمینی عمیق‌تر از آنجا که روح زخم خورده‌اش را شکسته بود آمده است. دیگر اهمیت نمی داد و وقتی زن نزدیک‌تر رسید با بازو بر زمین افتاده بود و پالتوش از دو طرف آویزان بود. به سوسک بزرگی میماند که به دلیلی نامعلوم هنگام مرگ کلاه تریبلی کثیفی به سرش گذاشته باشد. پنداری از فاصله دور صدای فریاد متعجب زن را شنید. فریاد کوچکی که ناباوری، وجد و رنجشی غریب را در خود داشت و قبل از اینکه از هوش برود دریافت که رکا اجازه داده تا مدتی در وهم رسیدن به امنیت باقی بماند، زیرا می‌خواهد وقتی سرانجام بر او پیروز شود انتقامش شدیدتر و پرمعنی‌تر باشد. زن گفت: تو زنده ای؟ و در حالی که کلامی را که در اولین دیدارشان بر زبان آورده بود تکرار می‌کرد افزود: مسئله این است که زنده مانده ای. لب بر لب کنار پاهای بیمار الی در آن شب برفی به خواب فرو رفت. مجله اینترنتی آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده.
و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. پایان جلد 1 کتاب آیه‌های شیطانی.